روی عمل تجاوز میذاشتن، به این نفعی که خب یه حاکم شهر میومد یه چیزی میخوند یه چیزی میگفت، خب حالا تو زن فلانی هستی، زن چه فلانی هر کاری که بخواد باهات بکنه میتونه بکنه. من خودم بعد از این که زن بازجوم شدم به اجبار در قسمت 209 زندان اوین بودم. اون قسمت 209 که من بودم، راهرویی که من بودم، سلول من توش بود، محل بازجویی نبود، اونجا محل نگهداری زندانیا بود. ولی شبا، هر شب ساعت 2 و 3 من صدای فریاد همسلولیامو میشنیدم. در اینجا من فقط میتونم تصور بکنم که چه اتفاقاتی داره در این سلول ها میاده. و بعدن که من به بند عمومی منتقل شدم، من خودم و بعض شبا مثلا بازجو ساعت 9:30 صدا میکردم، من میرفتم 209 توی سلول انفرادی و تا صبحمو باید با بازجو میگذروندم. و دخترای دیگه هم بودن توی بند که همین شبا ساعت 9:30 صداشو میکردن و بعد صبح اینا ساعت 5 و 6 صبح برمیگشتن. ولی که میدونین این مسائل صحبت کردن روش مشکله. آخه شما میرین با دوستتون بشینین بهش بگین که چی، ازش بپرسین که چی، که دیشب بازجو چه بلایی سرت آورد. آدم اصلا روش نمیشه این مسائل رو مطرح بکنه. و ما انقدر هممون تحت فشار بودیم، انقدر هممون اعصابمون خرد بود، انقدر همون وحشت داشتیم. بعدش هم ما میدونیم که خیلی از فرهنگ ها، من جمله فرهنگ ایران، وقتی یه دختری همچین بلایی سرش میاد مقصرونه، کسی بازجو رو مقصر نمیدونه، همون دختر رو مقصر میدونه. نشه اینا یه سری مسائلی بود که اون زمان هرگز توی زندان ازشون صحبت نمیشد. من خودم روم نمیشد هرگز به هم سلولیان بگم که چه وقایعی داشت اتفاق میافتاد. و اونم همینطور، هنوزش هم که هنوز به ندرت آدم میشنوه که واقعا کسی که این اتفاق براش افتاده بیاد جلو و بگه که بله این اتفاق برای من افتاده. و اینکه صحبت کردن راجبش فوق العاده مشکله. خانم نعمت، برخی از گروه ها و مقامات و شخصیت های خود جمهوری اسلامی هم نسبت به رویدادهای اخیر واکنش دادن و خب تایید کردن که حوادث تلخی در این زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها صورت گرفته. من به فرازهایی از نامه آقای کروبی با هاشمی رفسنجانی در رابطه با بدرفتاری با زندانیان اشاره می‌کنم. در این نامه به این صورت اشاره شده، عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح نمودند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نمودند که منجر به ایجاد جراحت و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کردند، به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیدند و در کنج خانه های خود خزیدند. این بخشی از نامه آقای کروبی به هاشمی رفسنجانی هست در رابطه با بدرفتاری با زندانیان. فکر میکنید که تأثیری داشته باشه همین تایید مقامات رسمی جمهوری اسلامی و شخصیت های این چنینی نسبت به اون چیزی که در زندان ها گذشته؟ به هر حال خودش یه قدمیه برای خودش. من وقتی که شنیدم که آقای کروبی این مسائل رو مطرح کرده، به هر حال خواهی نخواهی خوشحال شدم که بالاخره این اعمال وحشیانه که توی زندان‌های جمهوری اسلامی انجام گرفت کم کم داره به گوش مردم میرسه. منتها من سوالم از آقای کروبی یا از آقای موسوی یا از تمام اینا اینه که این قضایا الان 20 خورد نزدیک 30 ساله، حدود 30 ساله که در زندان اوین و در بقیه زندان‌های ایران انجام می‌گرفته. زمانی که من زندان بودم آقای موسوی نخست وزیر مملکت بود. یعنی شما می‌خواید به من بگین که ظرف 30 سال گذشته شما از این مسائل خبری نداشتید و حالا ناگهانی یهو متوجه شدید که یه همچین وقایعی در زندان‌ها اتفاق می‌افته؟ من به این قضیه شک دارم. من فکر کنم این افراد از همون اول میدونستن که چه خبری چی بوده، حالا به خاطر شرایط توی خود سیستم، توی خود دولت، بین خودشون همه ترجیح داده بودن که راجع به قضیه ساکت باشن. و در نتیجه سکوت این افراد به مدت 30 سال بچه‌های ایران، بچه‌های مملکت توی زندان شکنجه شدن، بهشون تجاوز شد و کسی لب از لب باز نکرد و کسی هیچی نگفت. این قضیه باز تأثیر منتها به هر حال میگن جلوی ضرر هر جا بگیری منفعت. دنچه همین امروزم هم که بالاخره بعد از 30 سال آقای کروبی اومدن و گفتن که خب یه همچین مسائلی هست، به هر حال جای شکرش باقیه و حداقلش اینه که مردم ایران متوجه میشن که این سیستمی که میگه که ما نماینده خدا هستیم و اینجا داریم کارهای خدا رو انجام میدیم، آخه کدوم خداییه که راضی بشه به یه همچین رفتاری با جوانایی مملکت؟
خانم نعمت، ما گفتار شما رو که الان به اتفاق مرور میکردیم خیلی نزدیک با گزارش هایی که بسیاری از زندانیان آزاد شده از زندان ها منتشر کردن، راجع به همین خاطراتشون صحبت کردن. آیا تاریخ به یه نوعی داره تکرار میشه؟ شما چه شباهت ها و تفاوت های بین این دو دورای مشخص زمانی میبینید؟ ولی از خیلی نظرات تاریخ ایران ظرف 30 سال گذشته تکرار مکررات بوده. یعنی شما اگه فکرشو بکنین، این اعتراضات بر علیه دولت توسط دانشجوها و دانش آموزا همون سالی که بود، سال 80 در واقع، شاید حتی قبل از اون شروع شد. بچه‌ها ریختن تو خیابون برای اینکه ما قرار بودش که جمهوری اسلامی بهمون دموکراسی بده، اما یه اون متوجه شدیم که ایداد این چیز که ما گیرمون، ولی به هیچ عنوان شباهتی به دموکراسی نداره. دانش ما از همون موقع شروع به اعتراض کردیم. البته هزاران نفر گرفتن، شکنجه کردن، تجاوز کردن، کشتن، هزار تا بلا سرشون آوردن. یه مدتی همه آب از آسیا بود، همه ساکت شد، برای اینکه همه متوجه شدن که اگه اعتراض کنن چه بلای سرشون میاد. دوباره چند سال بعد دوباره همون داستانه. فرقش الان امروز اینه که یکی این که الان ما یوتیوب داریم، الان ما اینترنت داریم، الان ما تمام این مسائل تکنولوژی رو داریم که این امکان رو برای ما فراهم میکنه که ببینیم که واقعا داره چی میگذره. وقتی ندا آقا سلطان توی خیابون کشته شد، همه دنیا دیدن. ولیکن اون زمان شما فکر کنید ندا تنها دختر جوانی بود یا تنها فرد جوانی بود که در خیابون‌های تهران با ناجوان مردی کشته شد؟ نه، خیلی‌های دیگه بودن. مون تو اینها رو روی دوربین ثبت نکردن که بعد تمام دنیا ببینن. در اینجا الان فرقش اینه که تمام دنیا داره میشنوه و داره می‌بینه که در ایران چی می‌گذره. در اینجا دیگه نمیشه این گرفتاری ها رو همه رو به صورت این که دارید همه آشغالا رو جارو میکنید زیر فرش، همه رو بکنید زیر فرش. دانش همه میدونن. یه فرق دیگه هم اینه که اون تضادی که در خود سیستم ایران بین جناح‌های مختلف دولت همیشه وجود داشته، الان فقط شدیدتر و شدیدتر شده و حالا هم داره خودش رو نشون میده. دانش یکی از فرقای دیگه الان اینه که این تضادی که در دولت وجود داشته الان به حداکثر شدت خودش رسیده و به نظرم باید صبر کرد دید تا این دفعه این شرایط به کجا خواهد رسید. خانم نعمت، 1 دقیقه فرصت داریم. فکر میکنید که فشار افکار عمومی جهان و بازتاب این رویدادهایی که در ایران رخ میده در رسانه ها چگونه میتونه این چرخه خشونت و این رخدادها رو متوقف کنه؟ والا واقعا نمیدونم. یعنی حداقل اثری که میذاره اینه که مردم ایران الان میدونن که دنیا داره بهشون توجه میکنه. یعنی این بچه هایی که الان توی زندان هستن لاقل این آگاهی رو، این علم رو دارن که دنیا میدونه چه بلایی داره سرش میاد. موقعی که من و دوستای من تو زندان بودیم، ما اصلا میدونستیم که دنیا روحش هم خبر نداره، که دنیا تصمیم گرفته که ما رو فراموش میکنه. متاسفانه این چرخه ای که قربانی رو تبدیل به شکنجهگر و شکنجهگر رو تبدیل به قربانی میکنه، ده ها سالی که در ایران جریان داشته و ما مردم ایران باید چشممون رو باز بکنیم، از تاریخمون یاد بگیریم و بفهمیم که این کارو نمیشه کرد. با سپاس از شما خانم مارینا نعمت که امروز در شهر تورنتو با ما همراه بودید، امیدوارم روز خوبی داشته باشید.